نهم آذر ماه 1397 خورشیدی و 30 نوامبر 2018 میلادی. امشب در برنامه صفحه آخر میپردازیم باز به مدیر عامل هفت تپه و زد و بند حکومت با او که قبلا سخنگوی قوه قضاییه به دروغ گفته بود فراری شده ایشون. حالا درباره صحبت میکنیم. امشب صفحه آخر همچنین اختصاص دارد به آقای محمود رضا آستانه، مشاور عالی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، آقای زنگنه. پرده آخرم البته آخر برنامه، تقدیمی این هفته به حبیب الله آسوده، مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی. نسرین هستم از بجنورد. ما سال 89 این خونه های مسکن امد از طرف کمیته امداد ثبت نام کردیم. قرار بود کل مبلغی که مددجی های کمیته امداد بدن 2 میلیون تومان باشه، ولی متاسفانه شد 26 میلیون و 800 40 میلیون تومان هم قسط بهمون زدن. این شد یعنی یه خونه برای ما حداقل 100 میلیون آب خورد. خدمت شما بگم زلزله ای هم که اومد اینجا هم یه 15 تومن بهمون وام دادن، این وام هم بهمون اضافه کردن. من 8 سال کمیته امداد کار میکردم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه من کارشناسی ارشد قبول شدم، از خود پرسنل کمیته امداد هم من اجازه گرفتم که من گفتم توان مالی ندارم که خودم برم، اگه اجازه میدین الان که دستم تو جیبمه اجازه میدین من برم ادامه تحصیل بدم. اینا گفتن ما با ادامه تحصیلتون مشکلی نداریم، ولی بلا فاصله هنوز من تاییدیه تحصیلیمو نگرفته بودم، بلا فاصله یه نیرو آوردن به جای من جایگزین کردن. الان هم پرسنل کمیته امداد میبینیم معاون مالی خانومشو آورده، مدیر کل دختر خالش آورده، هیچ کدومشون هم جوابگو نیستن، هیچ کدومشون متاسفانه همشون یه ات دوز اومدن اونجا. مشکلات ما اینجا زیاده آقای صلاحتی. من بارها گفتم چندین سری خواستم، گفتم دوست داشتم امرسانها بیان اونجا، من گفتم حتی اقدام به خودسوزی میکنم همونجا. نزدیک یک ماه کارگرای کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعتصاب کردن. هر روز تو خیابان‌های شوش جلو فرمانداری جمع میشن، تظاهرات میکنن. دو تا از نماینده هاشون رو گرفتن، اسماعیل بخشی رو که 27 تومه آبان گرفته بودن، دیروز 8 تومه آذر از زندان بردنش بیمارستان. همزمان صبح دیروز علی نجاتی، عضو قدیمی سندیکای کارگران هفت تپه رو بازداشت کردن، تو خونش ریختن و وحشت ایجاد کردن. میگن حکومت تروریست. یعنی چی؟ تو خونه با زن و بچهش علی نجاتی، یه آدم شناخته شده، یه محترم مسن کارگر قدیمی، میریزن تو خونه. هرچی هم اینا میگن حکم نشون بدین، اعتراض میکنن، میگیرن میزننشون همه رو، خودش و زن و بچه و اینا رو. علی نجاتی رو برمیدارن میبرن. قبلا هم زندان بوده این آدم، با زندانی های کارگر، زندانی های سیاسی هم میشناسنش. ببینین، کارگرای هفت تپه دو تا خواست اصلی دارن که اینقدر هم دارن هزینه براش میدن. یکی حقوقای عقب افتاده. بابا کار کردیم، حقوقمونو پولمونو بدین. باید دوید توی مملکت برای اینکه پول کاری رو که کردی از کارفرما بگیری. یکی حقوقای عقب افتاده، دوم دولتی شدن مجدد این مجتمع 57 ساله. کارگران میگن از وقتی کشت و صنعت هفت تپه خصوصی شده، از سال 94، مشکلات این مجتمع هر روز بیشتر شده، تا جایی که حتی پرداخت حقوق ماهانه کارگران 4 ماه و 5 ماه عقب افتاده. حالا به خواست کارگرای هفت تپه و البته فولاد، آزادی کارگر زندانی هم اضافه شده. کارگر زندانی آزاد باید کرده. کارگر زندانی آزاد باید کرده. کارگر
از یه بر حکومت میفته دنبال نماینده های کارگرا، از یه طرف دیگه میره میشینه دور از چشم کارگرا با کارفرمایی که اعلام شده فراریه صحبت میکنه، گفتگو میکنه. مدیر عامل هفت تپه آقای امید اسد بیگی با باباش احسان الله اسد بیگی سه شنبه شب تا ساعت 10:11 در خدمت استاندار خوزستان بودن، تو ساختمان استانداری داشتن با مقامات نقشه میکشیدن که چجوری خودشون رو نجات بدن. امید اسد بیگی همون گلپسری است که معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا فرموده بودن که فرار کرده و تا حالا هم تکذیبش نکردن، میگن فرار کرده. 28 مهر سایت الف مال احمد توکلی نماینده سابق مجلس نوشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز شنبه 28 مهر ماه به تخلف ارضی یک شرکت در خوزستان اشاره کرد و گفت فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال 94 تا 96 800 میلیون دلار به نام اون شرکت و برای اون شرکت گرفته است و تا کنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متباری است. یک ماه بعد 26 آبان 97 یعنی درست وسط اعتصاب، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مدیر عامل کشت و صنعت هفت تپه فراری است. یک هفته قبل از اینکه اژه‌ای اعلام کنه که مدیر عامل هفت تپه یعنی امید اسد بیگی فراری است، امید اسد بیگی از یه محل نامعلوم ویدیویی ضبط کرده بود و فرستاده بود برای نماینده های کارگرای هفت تپه و برای مسئولان نظام که هفته پیش قسمت هایش رو دیدیم و دربارش صحبت کردیم. سه نکته اصلی تو اون ویدیو بود. یکی اینکه این رقم 800 میلیون دلاری که گفته شده ایشون از بانک گرفته، اسد بیگی گفت شایعه است ولی نگفت چقدر گرفته. حالا 800 میلیون دلار شایعه چقدر گرفته؟ هرچند دولت آبادی دادستان تهرانه، 28 مهر رسما گفت 800 میلیون دلار گرفته و متواری است. دومین نکته ای که آقای اسد بیگی هفته پیش گفته بود این که هرچی پول و تحصیلات ارزی گرفتم به خاطر خرجایی بوده که برای مجتمع کردم، ولی نگفت چرا از همین تسهیلات چند صد میلیون دلاری که به اسم هفت تپه گرفته حقوق کارگرا رو از تابستون تا حالا نداده. فهمش برای همه ساده است، از جمله برای خود اسد بیگی. سومین نکته این که از مسئولان نظام تو همون ویدیو خواست که امنیت مجتمع رو برقرار کنن تا به گفته خودش ما به کارمون برسیم. خب محیط و فضا رو امن کنین تا ما کارمون رو بکنیم. خب حالا این هفته همون مدیر عاملی که قوه قضاییه میگه فراریه با باباش یه جلسه با استاندار اهواز با استاندار خوزستان میذاره، یه ویدیوی دیگه هم ضبط میکنه، در واقع نتیجه اون جلسه میفرسته. جا داره که در این پیام ویدیویی از تمامی مسئولین کشوری و استانی و علل خصوص ریاست محترم قوه قضاییه و همکارانشون تشکر و قدردانی کنم، چرا که دستورات لازم جهت شفاف سازی مجموعه های مرتبط به ما از جمله شرکت کشت و صنعت هفت تپه انجام شد و همچنین این شفافسازی صورت گرفت و همچنین در رابطه با حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی که این روزنه رو در قلب ما ایجاد کرد که ما بتونیم هرچه بهتر و با توان بالاتر به راهمون و به اهدافمون فکر بکنیم و به امید خدا به اهداف آرمانیمون برسیم. و طبق فرموده مقام معظم رهبری در رابطه با این که همیشه تو صحبتشون اعلام کردند و فرمودند که
آینده کشور از آن ما جوانان ایران زمین است و این جای بسیار خوشحالی و دلگرمی برای همه ماست که بتونیم در کشور خودمون رو آباد بکنیم. این مقام معظم رهبری اگه نبود من نمیدونم اینا به کی متوسل میشدن که بتونن خودشونو به نظام مقدس اثبات بکنن. میگه تشکر میکنم از قوه قضاییه که شفاف سازی کردند درباره این مجموعه و درباره ما و شفاف سازی صورت گرفت. اصلا مشکل همینه، کدوم شفاف سازی؟ چی میگه؟ برای کی شفاف سازی کردن؟ کجا شفاف سازی کرد؟ تو هنوز میگن فراری هستی، هنوز معلوم نیست ساخت و ساز و ساز و کار این مجموعه چگونه قرار انجام بشه، پیش بره. هنوز یک کلمه هیچ مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران نیامده درباره ساز و کار هفت تپه صحبت بکنه و درباره مدیریتش و درباره شما و درباره حساب کتاباتون. کجا شفاف سازی چیه؟ کجا شفاف سازی شده؟ تشکر میکنی. من نمیدونم آدم اینا رو باید بذاره به حساب چی؟ بلاهت بذاره به حساب بقیه رو جاهل دیدن؟ بعد این ماجرای فرار اسد بیگی چیه؟ این قوه قضاییه که همیشه برای مردم بدبخت مو رو از ماست میکشه، مثلا یه سر نخ از قانون مجازات اسلامیش اگر پیدا بکنه امکان نداره از اون پایین بیاد. دروغ به این آشکاری رو چجوری میخواد توجیه کنه؟ آیه اژه‌ای این آدم فراریه؟ چی داری بگی به مردم و به کارگرای هفت تپه؟ چقدر دروغ میگین شماها با اون عبا و عمامتون. اینا توافق کردن با هم که 2 ماه حقوق از 4 ماه 5 ماه حقوق عقب افتاده کارگرها رو بدن تا فعلا کارگرها اعتصابو بشکنن. تأمین مایحتاج این تشکیلات که فقط بخش حقوقش حدوداً 10 میلیارد تومان به صورت تناسبی اگر در نظر بگیریم ماهانه باید پرداخت بشه، کار بسیار مشکله، کار بسیار سخت و دشواره در این شرایط اقتصادی. ولی ما تونستیم در این چند سال این رو ثابت کنیم که می توانیم به مسیرمون ادامه بدیم. بله، کار بسیار مشکله. مگه وقتی مثلا خریدینش نمیدونستین که چقدر باید حقوق ماهانه کارگرا رو بدین؟ 5400 تا 5500 تا کارگر داره، نمیدونستین حقوقشون چقدره؟ بعد الان نشستی جلو دوربین به کارگرها میگی که تأمین حقوق ماهانه شما کار بسیار مشکلیه. نمیدونستی که حقوقشون چقدره؟ این ننه من غریبم بازی ها رو آخه کی باور میکنه؟ میگی تو این چند سال، یعنی از سال هفت، از اسفند 94 که هفت تپه رو گرفتین ثابت کردین که میتونین به مسیرتون ادامه بدین. نیشکر هفت تپه از سال 94 تا حالا، از سال 95 تا حالا چند بار برای حقوق عقب افتاده اعتصاب کرده؟ یکی از خواستای کارگرا تو تظاهرات هر روزشون در این دوره اعتصاب عمومی مجتمع هفت تپه برگردوندن مجتمع به دولت بوده، چون میگن از سال 94 عرض کردم و از اون فاجعه شده. هیچ کس هم جوابگو نیست، چون طرفمون فقط ایشونه، همین کارفرماست و به هر نهاد دولتی هم که شکایت کردیم ما رو رجوع دادن به خود کارفرما، از خودشون سلب مسئولیت کردن. اسد بیگی که این شعارهای هر روزه اذیتش کرده میاد این خواست روشن صنفی رو که به نون شب کارگرا و خانواده هاشون مربوطه عین خود حکومت میگه موضوع امنیتیه. درست به همین دلیله که اسماعیل بخشی رو هنوز تو زندان نگه داشتن و میگن اتهامش امنیتیه. موضوعی رو میخوام در رابطه با شایعاتی که در این چند روز اخیر در کانال ها و در بین پرسنل مطرح شده صحبتی بکنم. موضوعی که اعلام شده که باید به بخش دولتی این مجموعه واگذار بشه، این رو به تمام عزیزانم اعلام میکنم که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده طبق ضوابط کشوری، طبق قوانین کشوری و
هزینه هاش پرداخت شده و هزینه های هنگفتی رو بخش خصوصی متحمل شده و به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند. و از همه شما عزیزان درخواست دارم که به کانال‌های معاند یا افراد معاند نظام که مشکل با نظاممون دارن و با مملکتمون دارند گوش ندن، چرا که این افراد به غیر از سودجویی و به غیر از اینکه به اهداف سیاسی خودشون میخوان برسن هیچ هدف دیگه رو دنبال نمی کنن. کارگران، نماینده های کارگران، یا ما دنبال سودجویی هستیم یا حضرت عالی که خود همین نظامی که باهاش مافیای کارفرما حکومتی درست کردین خودش میگه 800 میلیون دلار تسهیلات گرفتی به نام هفت تپه و به نام 24 هزار هکتار زمینی که نیمیش حداقل حاصل خیز کشاورزی و کلی تجهیزات خوابگاه. آقا جان، این مساحت مجتمع هفت تپه، کل این مجتمع مساحتش بزرگتر از شهر شیرازه. یه شهر بزرگ رو خریدی 6 میلیارد تومان پول دادی، 6 میلیارد تومان. کی داره سودجویی میکنه؟ چی بگم بیشتر که نگم بهتره. واقعا کارگرای افتپو و فولاد و بقیه واحدایی که مشکل اساسی نون شب دارن به حرفای این گل پسر نمیخندن، شده زبون وزارت اطلاعات واسه کارگرها. تو همین ده روز گذشته، تو فاصله چند روز، آمدن طبق توافقی که با دولت کردن 2 ماه حقوق عقب افتاده کارگرا رو دادن تا کارگرا اعتصاب رو مثلا بشکنن. ما در 3-4 روز گذشته حقوقی رو به صورت کامل پرداخت کردیم و در 2-3 روز آینده هم که تقریبا فکر میکنم که برای فردا یا نهایتاً پس فردا حقوق بعدی به حساب تمام پرسنل محترم شرکت کش و صنعت هفت‌تپه واریز خواهد شد. به امید خدا تا به بهره برداری برسیم و سریعا بتونیم شرایط رو برگردونیم به شرایط طبیعی و احیا بکنیم. پس از تمامی پرسنل محترم درخواست میکنم که سریعا به محل کار خودشون بازگردن، چرا که ما زمان زیادی رو از دست دادیم و باید خیلی سریعا این زمان تلف شده رو جبران بکنیم. بله، لطف کردین، پرداختین. حتما باید کارگر اعتصاب کنه، 1 ماه بیاد تو خیابون با زن و بچهش تظاهرات کنه، از نیروی ضد شورشتون کتک بخوره، تا 2 ماه از 4-5 ماه حقوق عقب افتادهشو بدین. بعد رو کانالاتون هم با فخر فروشی اعلام میکنین کارفرما حقوق، کارفرمای محترم حقوق شهریور رو پرداخت کرد. فوری، مهم، بسمه تعالی، پیرو وعده مدیر عامل محترم مبنی بر پرداخت حقوق شهریور ماه در روز دوشنبه مورخ 5/9/95 به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند حقوق کلیه پرسنل به حساب آنان واریز گردید. هورا. حقوق مهر و آبان چی شد؟ شق القمر فرمودین که کارگرها باید 3-4 هفته تظاهرات کنن، بگیر و ببند و نگرانی خانواده هاشون، همه اینا واسه اینکه حقوق عقب افتاده رو بگیرن ازتون. تازه 2 ماه از 4-5 ماه رو میدین، بعد یه جوری اعلام میکنین که انگار دارین صدقه میدین. مشکل این کارگرها از اساس اینه که این مجتمع عظیم به اسم خصوصی شدن مفت افتاده دست شما، به این روز انداختینش و هر روز هم دارین تحقیر بیشتر میکنین کارگرها رو.
تو همه تظاهرات و شعاراشون کارگرها، همین امروزم، همین امروزم میگن نه رستمی نه بیگی، همون دوتا گل پسر که یکیشون مدیر عامل شده یکی دیگرشون رئیس هیئت مدیره، نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی. روشنه که یه زورآزمایی بین چند هزار کارگر یه مجتمع صنعتی مهم کشور با حکومت و کارفرما، و روشنه که اگه حکومت و کارفرما هم باز بی توجه به خواست کارگر مسلط بشن، این تسلط موقتیه مثل دوره‌های قبل. حالا هی بیشتر و بیشتر تعداد کارگر بیشتر میشه، تجربه هاشون بیشتر میشه، تولید دست کارگر هست. نهایتاً چی؟ مثل الان که تولید خوابوندن، یکی دوتا هم نیستن، واحد کوچیکی هم نیست، بالای 5000 تا کارگر. فردای مذاکرات گلپسر و باباش با استاندار و خوزستان کارگرها ببینین دیگه، اومدن تو خیابون شعار دادن مرگ بر ستمگر درود بر کارگر، چهارشنبه 7 آذر 97. جوابش اینه، وقتی با کارگرای گرسنه با بیرحمی حکومت برخورد میکنه، وضعیت فولاد اهواز هم همینطوره. خیابونای شوش هر روز شاهد تظاهرات کارگرای هفت‌تپه است. خیابونای مرکزی اهواز هم الان دو هفته است، بیش از دو هفته است که شاهد تظاهرات کارگرای صنایع فولاده. خبرهایی که از هفت‌تپه و فولاد اهواز میرسه اینه که حکومت و کارفرما سعیشون اینه که نماینده های کارگرا رو بخرن. گوش کنین دیگه، یکی از کارگرای فولاد در تجمع 7 آذر جواب میده. گذشته اینها رو که فکرهای ولید تو ذهنشونه به گوش باشه. من نوعی، من کارگر دارم بهتون میگم که اشتباه کردید، فکردید سقوط ما رو میتونه بشه. اشتباه کردید، اشتباه خیلی فاحشی هم کردید که فکردید سقوط ما رو میشکنید. ما ها خریدنی نیستیم دوستان، تا رسواتون نکنیم از گم خیابون نمیریم، تا قطع دست مافیا، دوباره تکرار میکنم، مافیا، تا قطع کامل دستتون ما از خواسته هامون دست بر نمیدهیم. بعدم کارگرها شروع کردن به شعار دادن که هیچ جوری ذلت همکاری با حکومت مافیا رو قبول نمیکنیم. ببینید، دو انگیزه اصلی کارگرای فولاد برای اعتراض نبود مواد اولیه است که عملاً فولاد اهواز رو تعطیل کرده، دوم عقب افتادن حقوقشونه. بیش از 4000 کارگر گروه صنعتی فولاد اهواز علیه بانک مرکزی که از طرف دولت شده متولی فولاد اهواز تظاهرات میکنن. این شعار نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت، صریح‌ترین شعاری است که کارگرای فولاد در 20 روز اعتصاب گسترده کارگرای گروه ملی صنعتی فولاد علیه کل نظامی که این بلا رو سرشون آورده سر میده. ببینید، یکی از شعارهای نه حاکم نه دولت نیستن حریف کارگر، یکی از شعارهای کارگرای فولاد جلب حمایت همشهریاشونه، جلب حمایت مردم 19 روز اعتصاب و 15 روز تجمع در مقابل مراکز دولتی خیابان‌های شهر اهواز رو ببینین چهارشنبه بود.
ببینید اونجایی که خبر دارم از اهواز جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع کردن از کارگرای هفت تپه و فولاد حمایت کردند. جاهای دیگه دانشجوی دانشگاه هنر، دانشجویان دانشگاه زنجان، کانون نویسندگان ایران، اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور و دانشجویان امیرکبیر از حمایت کننده های علنی حقوق کارگران هفت تپه و فولاد بودند. و یکی از سلبریتی ها به اصطلاح که البته فعلا برای چندمین بار در سیمای آقایون ممنوع تصویر. وقتی که مجتمع های بزرگ صنعتی و کارخانجات رو شبانه به نور چشمی ها واگذار می کنید، به جای اینکه تولید رونق بیشتر بگیره متوقف میشه. کارگران به جای اینکه زندگیشون بهتر بشه بیکار میشن و بعد وارد فاز امنیتی میکنید اونها رو. به داد زن و بچه ها و کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و دیگر کارخانجات برسیم. ببینید نکته ای که محمود شهریاری میگه اینه که مسائل صنفی کارگران خود حکومت امنیتی میکنه. فشار معیشتی و نداشتن نون شب، یعنی بیان این روند رو خیلی مختصر ببینین دیگه، این فشار معیشتی کارگرها رو به اعتصاب و اعتراض میکشه، میان تو خیابون حقوقشون رو بازم نمیدن، میان شعار میدن بازم محله میذارن، یه هفته دو هفته هفته سوم میرن میزنن میگیرن میندازنشون زندان، بعد به جای اینکه حقشون رو بدن بهشون برچسب ضد امنیتی بودن میزنن. مثلا الان اسماعیل عبدی رو که گرفتن میگن آقا با وزارت کار میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، بقیه کارگرها رو آزاد کردیم، عبدی رو کاری دربارش نمیتونیم بکنیم، اتهامش ضد امنیتی بودن. این بدبخت هزار بار داد زد آقا ما اومدیم بیرون برای اینکه حقوقمون رو بگیریم، برای چی نیرو ضد شورش برای اشتین آوردین اینجا، برای چی میخواین ما رو بگیرین؟ کیا ضد امنیت مردم و مملکتن؟ ببینین این خانواده مدیر عامل هفت تپه از کجا اومدن؟ من هفته پیش هم اشاره کردم به این موضوع. چه جوری تونستن یه مجتمع عظیم صنعتی رو با 24 هزار هکتار زمین که از یه شهر بزرگ بزرگتره با کل قیمت اعلام شده 281 میلیارد تومان که ندادن و فقط 6 میلیارد تومان دادن، 6 میلیارد تومان صاحب بشن؟ یه بار اسماعیل بخشی تو سخنرانیاش برای کارگرا گفت که اینا فک و فامیلای جهانگیری معاون اول رئیس جمهورن، بعد دفتر جهانگیری تکذیب کرد گفت شایعه است دروغ میگن. واقعیت چیه؟ اسد بیگی ها گرمساری هن. پدر امید اسد بیگی احسان الله اسد بیگی با خواهر اسحاق جهانگیری ازدواج کرده. حاصل این گل پسر و بستگان دیگر که تو بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پستای مدیریتی دارن. یعنی تو دو مرکز مالی که از فاسدترین مراکز پولی نظام مقدس هن. سمیرا اسد بیگی طبق این سند به عنوان نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان و سرمایه گذار ممتاز در شرکت تأمین سرمایه نوین و صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان و بقیه بورس بازهای مافیای حاکم حضور داره. به عنوان سرمایه گذار کدوم سرمایه گذار ممتاز؟ صندوق ذخیره فرهنگیان 16 هزار میلیارد تومان بدهکاره. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی مجلس میگوید مدیریت خانوادگی حاکم بر صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه باعث چپاول و غارت اموال فرهنگیان شد. متاسفانه در جریان این اختلاس بزرگ مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان مظلوم به غارت رفته است که این حق باید به آنها اعاده شود. بشین تا بیاد. چی اعاده شود؟ این مدیریت خانوادگی
اول مال خانواده شهاب الدین غندالی بود، خودش و زنش و پسر همسرش، پسر زنش، پسر از خودش نبود، اینا یه مافیایی درست کرده بودن اونجا و گرفتنشون هم. بعدم من نمیدونم واقعا چیکارشون کردن اون غندالی ها رو، مال اون دوره بود. حالا دو نفر از خانواده اسد بیگی، یکی تو صندوق ذخیره فرهنگیان که همین خانم سمیرا اسد بیگی باشه و یکی هم تو بانک سرمایه که خانم غزال اسد بیگی شدن مدیر همه کاره. به سفارش کی؟ کی پشت اینه؟ به سفارش اسدالله عسکرولادی، یکی از پولدارترین سرمایه‌دارای ایران. اسدالله عسکرولادی صادرات خشکبار ایران رو در انحصار خودش داره، یعنی سلطان خشکبار ایشونن. عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اول انقلاب تا حالا و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین. داداشش که از پایه‌گذارهای مؤتلفه بود، حبیب الله عسکرولادی، میدونید دیگه، سال 92 مرد. شون البته حالا حالشون خوبه. اسد بیگی ها تو بانک سرمایه مافیایی را انداختن که بتونن هم خودشون از خان یغما بهره‌مند بشن، هم دوروبریاشون. غزال اسد بیگی به عنوان رئیس اداره امور کارکنان بانک سرمایه، ببینین این عکس غزال اسد بیگی و پریسا امین کاظمی است. غزال اسد بیگی اون دست چپی است، من نمیدونم دست چپ و راست شما چجوری میبینین، به هر حال چجوری بگم دست چپی است، هم جفتشون هم یه جور پوشش یه جوره دارن. به هر حال حالا این خانم پریسا امین کاظمی مسئول امور رفاهی بانک سرمایه هستند و خانم غزال اسد بیگی مسئول اداره امور کارکنان بانک سرمایه. ایشون هر طور خواسته برای هر کس خواسته حقوق زده، مسئول امور اداره کارکنان، و تا جایی که حتی یکیشو مجبور میشه پس بگیره یا لااقل نامه میزنه که باید خانم پس بدین به یکی از کارمندا، وقتی بعد از پرداخت مافوقش مخالفت میکنه، میگه این پولو برای چی همینجوری دادی؟ کی بوده این خانم مگه؟ مبلغش چقدر بوده که پس میگیرن؟ حالا میگم خودشون چقدر میگیرن، ولی اینو ببینین، سرکار خانم فلان مبلغ 47 میلیون و 350 هزار تا بوده، کلش بابت اضافه کاری بیش از حد مجاز، اینجوری که نوشته تو این نامه با امضای خانم اسد بیگی، غزال اسد بیگی، و پرداخت برای مرخصی بعد از زایمان. خب به یکی از کارمندا داده بودن. آقای قباد بهادری نژاد معاون بانکی مدیر عامل بانک سرمایه و آقای محسن ملکی مدیر منابع، این چقدر هم مدیر داره اینا، این پستایی که ایجاد میکنه، با آقای محسن ملکی مدیر منابع انسانی بانک سرمایه به غزال خانوم میگن نه این پس بگیر، برو نامه بده بهش که باید پولو در موعد مقرر پس بده. یه نکته اولا اینجا هست، خانم غزال اسد بیگی میتونه بدون مشورت با، بدون اجازه که چه عرض کنم، بدون مشورت با موافقش در بانک سرمایه حقوق بزنه، اضافه کار بزنه. دیدین دیگه، مثلا نزدیک 50 میلیون تومان به یکی بده همینجوری، حالا درست یا غلطش من کاری ندارم، اون آدم هم کاری ندارم که اینو گرفته و قرار پس بده و اینا. خب ولی این قدرت رو خانم غزال اسد بیگی از کجا آورده که مسئول امور کارکنان بانک سرمایه است؟ یعنی میتونه حتی در غیاب اجازه یا مشورت مسئول امور مالی بانک سرمایه برکی بخواد چک امضا کنه، نامه بده بده بره.
بعد البته مسئول امور مالی وقتی میفهمه میاد میگه نه حالا بقیه رو حتما نفهمیده، اینو فهمیده، میگه پس بده ببینید. بعد ممکنه آدم هم دلش بسوزه بگه چه بیرحمیه واقعا تو حساب کتاب در این بانک دولتی. واقعا آدم یاد قصه علی و برادرش عقیل میفته که عدل علی داره اجرا میشه. خودشون اینا چقدر حقوق و مزایا از این بر اون بر میگیرن. همین آقای محسن ملکی که اعتراض کرده گفته پس بدین، آقای محسن ملکی برای فقط سه ماه، برای فقط سه ماه 91,265,000 تومان فقط برای سه ماه بالای 91 میلیون تومان میگیره. چی کار است؟ مسئول امور منابع انسانی بانک سرمایه، همون که اعتراض کرده او برو اون 5 میلیون و 47 میلیون رو پس بگیر. بابا برای سه ماه 91 میلیون تومان میگیره. همترازش که همین غزال اسد بیگی، مسئول امور کارکنان بانک سرمایه، برای سه ماه بالای 90 میلیون تومان برای خودشون میزنن. بعد واسه رد گم کردن 47 میلیونی که واسه اضافه کاری و زایمان به یکی دادن پس میگیرن، مبادا کار غیر اسلامی و غیر شرعی کرده باشن. غزال اسد بیگی تو پرونده اختلاس از بانک سرمایه هم بود، ولی آقای بهرام درویش، حاج آقا بهرام درویش واسهش درست کرد. بهرام درویش که قاضی بازنشسته که الان مدیر کل حقوقی وزارت دادگستری است و رئیس کل اداره حقوقی بانک سرمایه، تعقیب کیفری غزال اسد بیگی رو از طریق رابطه هاش تو قوه قضاییه تبدیل کرد به قرار منع تعقیب. حالا تو این حقوقای نجومی و این فساد وحشتناک میلیاردی داخل دستگاه‌های حکومتی و مدیرها و اینا رو اول اشاره کردم به خانواده اسد بیگی‌ها، به این خاطر که پرداختیم به باگذاری هفت تپه به این خانواده، وگرنه این مافیا همه جا داره تا اونجایی که میتونه تاراج میکنه، تا زمانی که وقت داره تاراج میکنه. همین هفته پیش حقوق ماهانه 99 میلیون تومانی یه مدیر دولتی مگه منتشر نشد جای دیگه؟ حمید رضا عراقی معاون، میگن معاون پیشین وزیر نفت و مدیر عامل پیشین شرکت گاز، فیش حقوقی 99 میلیون تومانی شهریور ماه امسال 97. خب بعد میان تکسیبش میکنن. تکسیبیه رو خدمتتون بخونم بعد دوباره اون فیش رو میبینیم. شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه اعلام کرد به استحضار میرساند مبلغ درج شده در فیش حقوقی حمید رضا عراقی مدیر عامل پیشین شرکت ملی گاز ایران مربوط به اعلامیه‌ای برای حقوق و مزایای ایشان از تاریخ 1 فروردین 97 لغایت 31 شهریور 97 است که به اشتباه در اعلامیه یاد شده تنها بابت حقوق شهریور ماه درج شده. بنابراین اطلاعات مندرج در این فیش مربوط به حقوق، حالا یه بار دیگه خواهش می‌کنم فیش رو نشون بدین. بنابراین اطلاعات مندرج در این فیش مربوط به حقوق یک ماهی ایشان نبوده و این موضوع تکذیب می‌شود. آقا جان این فیش رو درست ببینید. بذاریم منم این فیش دستمه و من دقیق براتون بگم دیگه. این فیش، بله ببینید، مشخص دقیق نوشته است که بابت حقوق و مزایای شهریور سال 1397 آقای حمیدرضا عراقی به شماره فلان، جمع فوق‌العاده فلان 99 میلیون تومان میشه. کجا مال 6 ماهه؟ آخه این شرکت ملی گاز ایران چه اعتباری دیگه داره وقتی که میاد اعلامیه میده؟ اقلا دوزی که میکنین سکوت کنین تا یقتون تا نزدن تو سرتون، تا یقتون رو نگرفتن، تا چه میدونم مجبور نشدین فرار بکنین. در این حد دروغگویی میاد
نه یه نفرم، شرکت ملی گاز ایران میاد اطلاعیه میده میگه اون حقوق 6 ماهش بوده، تو فیش حقوقش نوشته برای فقط شهریور ماه. چه تکذیبی! هر چی میگذره واقعا بلاهت و جسارت اینا در دروغ گفتن بیشتر میشه. رو فیش با صراحت نوشته حقوق و مزایای شهریور 97. همین تازگی ها تو مجلس باز بین رقبا دعوا شد به بهانه فیش های نجومی مدیران شرکت نفت که آخر سال 96، اینو توجه کنین، آخر سال 96 یه دست مدیرا رو میاد آقای زنگنه بازنشسته میکنه، بعد سال 97 دوباره استخدامشون میکنه. چرا؟ چون باید میتونستن 600 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان پاداش بازنشستگی، پاداش با این خدمت بگیرن، فقط راهش این بود و بعد خب دوباره بیان استخدام بشن. ببینین زنگنه وزیر نفت به علت اینکه مبلغ پاداش پایان خدمت در بودجه سال 97 به 260 میلیون تومان کاهش مییابد، پیش از سال 97 اقدام به بازنشسته کردن 5 معاون این وزارتخانه با مبلغ پاداش پایان خدمت 600 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان کرد. لیست رو ببینین تا بله ببینین اولین اسم کیه؟ محمود رضا آستانه، مشاور عالی وزیر در امور گازرسانی. همین یکی رو امشب میگیم تا بعدا برسیم به بقیه. این مدیرهای دولتی که با حقوق یکی دو تومن کارگر فولاد و هفت‌تپه دستشون میلرزه، 1 میلیارد تومان فقط بابت بازنشستگی حق بازانه که بعدا دوباره طرف استخدام میکنه به اعضای مافیاش میده. محمود رضا آستانه متولد 1337 در یکی از توابع شازند، عضو سپاه پاسداران، فرمانده عملیات در آذربایجان غربی و کردستان علیه کردها در دهه 60، به عنوان اصلاح طلب از سربند و شازند عراق از سال 67 میشه نماینده مجلس دوره‌های سوم، چهارم، پنجم، سه دوره پشتم. بعد به دلیل رابطه نزدیک با خانواده رفسنجانی وارد حوزه نفت و گاز میشه به عنوان مشاور حقوقی زنگنه در امور مجلس. بعد از اینکه دورش تموم میشه میگن تجربه داری تو مجلس برای لابی کردن با نماینده ها و فلان و بهمان و اینا، حرف ما پیش بره تو مجلس، تو بیا بشو مشاور حقوقی وزیر نفت در امور مجلس. زنگنه اون موقع وزیر نفت رفسنجانی بود. سال 81 دوره خاتمی، اون رسوایی قرارداد کرسنت که همچنان ایران داره خسارت میده بابتش، ایشون با یعنی محمود رضا آراسته چی گفتم آستانه محمود رضا آستانه با مهدی هاشمی رفسنجانی و بقیه عوامل اون قرارداد کرسنت، از جمله همین بیژن نامدار زنگنه، فعال بود. خاتمی اون موقع رئیس جمهور بود، روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و زنگنه وزیر نفت که الان هم هست. یه پرانتز بکنم اینجا، باید بریم دوباره سر محمود رضا آستانه. ببینین خیلی از طرفدارای امام خامنه ای اعتراض کرده و اندو اعتراض میکنن که آقا جون چرا مثلا زنگنه رو روحانی آورد کرد وزیر نفت، بعد نمیدونم همین افراد تیم در واقع هاشمی رفسنجانی رو چرا آورد توی دولت خودش. روشنه داستان، تا رفسنجانی بود خامنه ای میترسید از این وضعیت. رفسنجانی که سرش رفت زیر آب، تیم رفسنجانی رو که متخصص تر از بقیه بودن و به همین دلیل رفسنجانی هم قدرت اقتصادی و امنیتی هم داشت، همه رو برداشت روحانی آورد تو کابینش و امام خامنه ای هم همه رو تایید کرد. تا رفسنجانی بود تایید نمی کرد دیگه، اون نبود دیگه، این آدم های خودشن. باری ببینین محمود رضا آستانه سال 84 میشه عضو هیئت مدیره نیکو، شرکت بازرگانی نفت ایران که دفترش در لوزان سوئیس و تمام
قراردادهای بین المللی فروش نفت ایران رو اون از طریق اون شرکت انجام میشه. به واسطه همین انتصاب در شرکت نیکو بود که آقای آستانه اقامت سوئیس رو میگیره که دارین میبینین کارت سجورش رو و کل خانواده رو میبره سوئیس. همون موقع یکیشون خانوم این دختر بزرگشه، حالا اسمش بماند، تابعیت سوئیس رو داره ایشون. همسر ایشون انشالله بدون پارتی و رانت پدرزن، همسرش حسین راهداری، مسئول فاینانس و تأمین مالی شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس. هلدینگ خلیج فارس، این آقای بیبون خود میدونید دیگه، خود آقای آستانه است، وسطی دختر است و دختر بزرگشه و هلدینگ خلیج فارس شرکت عظیم سرمایه گذاری و مدیریت صنایع و مجتمع های پتروشیمی است. یکی از نوندونی های مهم قاچاق ارز صنایع پتروشیمی ایرانه که میدونید. حالا ببینین، از باید ببینین یه تیکه از هنرهای خانم آستانه، دختر بزرگ محمود رضا آستانه، در کنار دریاچه لومن سوئیس. ایشون جامعه شناسی ادیان خوندن در سوئیس. دختر مشاور عالی وزیر نفت جمهوری اسلامی که ظاهرا خیلی علاقمند به دابس مشه، این هنر تو کوچه خیابونای لوزان هم ول نمیکنه. سلام 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 همگی سلام. ببینین اینا ممکنه اهمیت نداشته باشه یا ممکنه اصلا دیدن نداشته باشه، ولی وقتی میبینین خانواده 10,000 کارگر فولاد و نیشکر هفت‌تپه نون شب ندارن، باید بیان تو خیابون چندر قاز حقوق ماهایی که کار کردن رو بگیرن که نمیتونن هنوز همشو بگیرن، از همین مافیایی بگیرن که فقط پاداش بهانه بازنشستگیش به بابای این خانم 800 میلیون تومنه، مگه میشه آدم چشو ببنده به این لوس بازی های آقازاده هایی که تو بهترین جاهای اروپا و آمریکا دارن با پول مردم آویزون 1,000,000 تومان خوش میگذرونن؟ از کجا آوردن اینا؟ بابای اینا کجا آورده؟ وقتی آمار دولتی میگه 6,000,000 تحصیل کرده بیکار ما داریم، زهرا آستانه با پول و بورس کی به اسم دانشجو تو سوئیس داره زندگی میکنه؟ یکی دیگه از دخترای مشاور عالی وزیر نفت جمهوری اسلامی، دختر دومی، ایشون هم تابعیت سوئیس رو دارن و پاسپورت سوئیس رو دارن. همسرشون علیرضا پسندیده است، گلپسر سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوروگوئه. علیرضا خان اومده برای دل زنش تابعیت سوئیس رو گرفته. پسر سفیر اوروگوئه. دختر کوچکه محمود رضا آستانه، ایشون هم تابعیت و گذرنامه سوئیس رو دارن و در ژنو ساکنن. خواهر بزرگترشون، خواهر دومیه و شوهرش علیرضا پسندیده، اونا هم ساکن ژنون. این عکس رو اخیراً آقای محمود رضا آستانه با دو تا از دختراشون گرفتن که یه وقت کسی خیال نکنه که ایشون بعداً میگن مسئول زندگی و کارهای بچه هاشون تو خارج از کشور نیستن و یا برعکس بچه ها بتونن بگن ما کاری به بابامون نداریم که 4 تا شغل مدیریت ارشد تو مافیای نفت و گاز جمهوری اسلامی داره. و بله یادم رفت بگم یک گل پسرم داره آقای محمود رضا آستانه که در بلژیک ساکنن. ایشون صادق آستانه که با همسرش
هر دو تابعیت بلژیک رو دارن، نمیدونم این ایشون در بلژیک چه میکنن و تابعیت این کشور رو دارن. روابط بانکی و مالیش با پدرش هم به اتحادیه اروپا مربوط میشه. آقای محمود رضا آستانه پدر اینا عضو هیئت مدیره پتروپارس، همزمان مشاور عالی زنگنه در امور گازرسانی، عضو هیئت رئیسه شرکت توسعه پترو ایران، مشاور طرح‌های گازرسانی شرکت ملی گاز ایران. چقدر من وقت دارم؟ یعنی تموم شد. من فقط بگم که ایشون سال 96 800 میلیون تومان پاداش پایان خدمت از شرکت نفت گرفتن و که من نمیدونم بابت چی همزمان این همه سمت دارن. و سال 96 در ضمن کاندیدای شورای اصلاح طلبان استان مرکزی شدن به عنوان برترین گزینه استانداری مرکزی، پیشنهاد شدن به دولت تدبیر و امید. و ایشون در ضمن رئیس ستاد انتخابات روحانی بودن در انتخابات ریاست جمهوری 12 که در استان مرکزی. ببینین چه وضعیه. پرده آخر نظرشون هم که زیر سینه راستشون، حالا در بعد از بارداریشون یه مداری وقتی بهش فشار میاد یا روش استراحت میکنن درد میگیره، خب اضافه وزن هم پیدا کردن. این به سمار حین بارداریشون است، این از قبل از بارداریشون است. نظر شما چیه؟ درمان عاجل و سهل و آسان اون این است که این غذاهای ریزی که توی سفره میفته یا روی زمین میفته اینا را جمع کنه و بخوره، برای این مشکلش خیلی مفیده. شب و روزگار خوش.